در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از رکوردزنی حراج آثار هنری تهران تا ادعای سانسور گربه ها در تلویزیون و خبری درباره جشنواره فیلم فجر را مرور می‌کنیم. چالش بر سر انتخاب کاخ یا خانه جشنواره فیلم فجر. دبیرخانه 40مین جشنواره فیلم فجر اعلام کرد نسخه نهایی هر 22 فیلم منتخب هیئت انتخاب به این جشنواره تحویل داده شده است. همچنین در حالی که چند روز قبل روابط عمومی جشنواره فیلم فجر پردیس چهارسو را میزبان اهالی رسانه در این دوره اعلام کرده بود، روز 29 دی سایت جشنواره فیلم فجر خبری درباره انتخاب قطعی برج میلاد به عنوان محل اصلی برگزاری جشنواره منتشر کرد. در این خبر به نقل از محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی اعلام شده در صورت رفع مشکلات برج میلاد که عمدترین آنها مشکلات صدا و تصویر است، این محل مرکز اصلی برگزاری جشنواره فیلم فجر خواهد بود. پیشتر ضمن جایگزینی عبارت خانه به جای عبارت کاخ جشنواره، چارسو خانه جشنواره و سینما فلسطین پردیس منتقدان معرفی شده بود و حالا چند روز مانده به شروع جشنواره مشخص نیست که با انتخاب برج میلاد به عنوان مرکز اصلی جشنواره تغییری در سالن منتقدان هم ایجاد خواهد شد یا خیر. 40مین جشنواره فیلم فجر در دو بخش فرهنگی و رقابتی از 12 تا 22 بهمن 1400 به دبیری مسعود نقاش‌زاده برگزار خواهد شد. رکوردزنی حراج تهران با شاعر نشسته پرویز تناولی. 15مین دوره حراج تهران عصر جمعه 24 دی ماه آغاز به کار کرد و در مجموع به رکورد فروش 158 میلیارد و 890 میلیون تومان دست یافت. این مراسم با اجرای حسین پاکدل و با حضور علیرضا سمیع‌آذر مدیر حراج تهران و جمع محدودی از نمایندگان رسانه‌ها و فعالان حوزه هنرهای تجسمی و خریداران آثار همراه بود. 80 اثر از 60 هنرمند در این دوره حراج تهران شرکت داشتند که از این تعداد 35 اثر با قیمت پایه بالای 1 میلیارد تومان برآورد شده بودند. در این دوره حراج تهران عنوان گرانترین اثر به پرویز تناولی اختصاص پیدا کرد که مجسمه اش با نام شاعر نشسته با قیمت 14 میلیارد و 600 میلیون تومان چکش خورد. ماجرای سانسور گربه ها در سریال عیاری و پاسخ تلویزیون. در چند روز گذشته گفتگوی کیانوش عیاری، کارگردان با سابقه سینما و تلویزیون، با یک نشریه سینمایی و اظهارات او درباره تصمیم صدا و سیما برای سانسور صحنه‌هایی که حاوی تصاویر گربه‌ها در سریال 87 متر بود، با واکنش‌های متعددی همراه شد. عیاری در بخشی از صحبت‌هایش گفته بود: من می‌خواهم پیش آقای جبلی، رئیس فعلی صدا و سیما، بروم و این را بگویم که گربه مثل سگ نیست تا مثلا بگویید از نظر شریعت مشکلی برای تلویزیون ایجاد می‌کند. همه جای ایران پر از گربه است. در پی اظهارات عیاری، شبکه یک سیما واکنش نشان داد و اعلام کرد: برخلاف ادعای آقای عیاری، سابقه پخش سریال‌های مختلف از تلویزیون حاکی از آن است که نشان دادن عادی برخی حیوانات مانند گربه و پرندگان در آثار نمایشی محل اشکال و حذف نیست، بلکه نمایش تصاویر مکرر، غیر ضروری و نابجا در صحنه‌های از سریال برای نشان دادن رفت و آمد حیوانات در محیط خانه از سوی بازبین تذکر داده شده و برخی تصاویر مانند غذا دادن به گربه در سریال از سوی بازبین ایراد گرفته نشده و صرفاً تصاویر مکرر محل اشکال بوده است.